سلام دوستا، حکمت طلا رمزی هستم. کیلیان امباپه گزینه شماره 1 ریال برای تابستان آینده محسوب می شود. شاید تنها گزینه‌ای که می تواند خاطره رونالدو را در برنابو کم رنگ کند. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. ستاره فرانسوی از 14 سالگی نامش با ریال مادرید پیوند خورده است. زمان کل در نوجوانی برای یک هفته به کمپ ریال آمد و حتی مذاکرات نیز برای انتقالش به تیم‌های پایه این باشگاه انجام گرفت، اما در نهایت او به موناکو پیوست. سه فصل پیش بود که امباپه با درخشش در ترکیب موناکو به خصوص در بازی با منچستر سیتی نامش را بر سر زبان‌ها انداخت. چند ماه بعد او تا یک قدمی پیوستن به ریال هم پیش رفت، اما در نهایت پس از مشورت با خانواده خود تصمیم گرفت در فرانسه بماند و پاریس یعنی شهر زادگاهش را برای ادامه فوتبالش انتخاب کرد. PSG به وی دستمزد سالانه بالاتر نیز پیشنهاد داده بود و این قضیه نیز در رد پیشنهاد ریال تاثیرگذار بود. دو سال از انتقال 180 میلیون یورویی امباپه به PSG می‌گذرد، اما باشگاه پاریسی نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. مهمترین هدف PSG کسب عنوان قهرمانی چمپیونز لیگ است و امسال هم مثل فصل گذشته در 1/8 نهایی به کار خود پایان داد. حذف PSG برابر منچستر یونایتد مصادف شد با بازگشت زیدان به ریال و موج شایعات علاقه مجدد کهکشانی‌ها به امباپه گسترده‌تر شد. دوشنبه نشریه معتبر فرانس فوتبال ادعای جالب در همین رابطه مطرح کرد. امباپه و زیدان روی جلد این نشریه رفته بودند و در صفحه نخست نیز به پروژه 280 میلیون یورویی ریال برای جذب امباپه اشاره داشت. خبری که بازتاب گسترده ای نیز در دنیا به خصوص در رسانه‌های اسپانیایی داشت. حتی گفته شد که زیدان شخصا با امباپه صحبت کرده و از او قول مساعد نیز گرفته است. ساعت پس از انتشار این خبر بود که نشریه مورکا گزارش داد که سران ریال هیچ پیشنهاد به امباپه ندادند و قصد ارائه آن در آینده نزدیک را نیز ندارند. با این حال شاید همچنان ادامه دارند و به نظر تابستان داغ را در نقل و انتقالات پیش رو خواهیم داشت. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.